نگاهی به چند خبر کوتاه. حمید صدیقی آقا، مدیر کل پزشکی قانونی استان قم، طی اظهاراتی گفت سال گذشته 140 مجوز سخت درمانی به دلیل نقص جنین صادر شد که نسبت به سال 99 که 152 مورد بود 8% کاهش یافت. وی در گفتگو با خبرنگاران افزود اکثر پرونده هایی که در پزشکی قانونی کارشناسی می شود مربوط به پرونده های بالینی از جمله نزاع، تصادف، نقص عضو، تحمل کیفر محکومان و رابطه پدر و فرزندی است و 3% پرونده ها مربوط به اجساد است. غلامرضا نوری نماینده مجلس شورای ایران از احتمال محدودیت نرم‌افزارهای پرکاربرد فضای مجازی با مصوبه اخیر مجلس خبر داد. اظهارات وی به معنای فیلترینگ احتمالی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب مانند واتساپ و اینستاگرام خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از تلاش‌های عراق برای تقویت عنصر گفتگو و نقش سازنده این کشور در معادلات منطقه‌ای و گفتگوی میان ایران و عربستان قدردانی کرد. وی در دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در تهران آخرین تحولات منطقه و موضوعات مرتبط با روابط دو جانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و از بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان اعلام حمایت کرد. ران بانرجی مدیر حمایت از هندوهای کانادا CHA با انتشار ویدیویی در سایت یوتیوب آشکارا خواهان کشتن مسلمانان و سیکها در هند شده زیرا آنها را مستحق مرگ دانست. ران بانرجی به خاطر اظهار نظرهای نژادپرستانه، آتش‌زا و ضد مسلمانانش مشهور است.